به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح. امروز میخواهیم تقدیم شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح برنامه جدید با نام فیض‌آباد شمالاش رئیساش گناهاش تقدیم نماییم و این بخش دوم است. قبل از اینکه بینندگان گرامی رویم به آغاز برنامه، از یک و یک شما دعوت می نمایم که به شبکه اصلاح آبونه شوید و پس از تماشای این نوار اگر پسندتان آمد گذاشتن لایک های خود را فراموش نسازید و دوستان خود را به شبکه اصلاح دعوت نمایید تا اینکه ما به آن مقصدی که پیش خود گذاشته ایم تا نهایت سال به 100,000 برسیم. اگر شما در مطلب قبلی امان بیننده گرامی بخش اول نگفته بودیم، فکر میکردیم سطح جنایتکاری در ناحیه فیض‌آباد نه آنقدر زیاد است، ولی پس از نشر مطلب اول ما شکایت ها از این ناحیه خیلی زیاد به اصلاح رسیدند. میتوانیم بگوییم که چند مطلب و برنامه جالب و دیدنی میشود جنایت های رئیسان ناحیه فیض‌آباد. بدون مقدمه می رویم به اصل مطلب و غارت و دوزی رئیس و مقامات ناحیه فیض‌آباد را برایتان تقدیم نماییم. سنگوف میرعلی رجبویچ که حالا خود را با رجبزاده میرعلی تغییر نسب کرده است، یکی از دراز حکومترین افراد در حاکمیت نارک میان رئیسان نارک معروف است، زیرا هیچ رئیسی مثل او حاکم بر نارک نبوده است. حالا رئیس ناحیه فیض‌آباد است، اما خانه ها و همه دار و مدارش در نارک می باشد، چون که او زاده نارک است و فیض‌آباد برایش اصلا اهمیت ندارد. در نارک هم به رئیس زمین فروش یا سنگاوی زمین فروش همه او را می شناسند. میرعلی رجبزاده قرار 264 زمینی نزد حولگی را در فیض‌آباد بیکار کرد، ولی از نو پول گرفته دوباره فروخت و قرارها را برقرار کرد. حتی زمین های چراگاه ها در کوه و پشته ها را هم فروخت. او را در این کار پراکرار با نام صفا و یک پراکرار دیگر که وفات کرد با نام کریم جان کمک و همراهی کردند. این کار تا به همین امروز ادامه دارد. معاش ماهانه من 550 سومانی است. روزی معاش که شد 20 سومانی سخاوتمندانی دیار گفته میگیرند، برای آبونه می ستانند، برای یک دعوت شونده جوانی سن سربازی 3,000 سومانی می پردازی. در هر موسم پریزیف جدا از همه قانون و قاعده یا قاعده نانوشته شده را چند سال است که جاری کردند. هر یک اداره وظیفه دار شده است که یک سرباز می آورد و اگر که نمی آورد باید 3,000 سومانی دهد. ماهی شد که معاشم را گرفتن نتوانستم، نرسید. نرخ محصولات آرد، روغن، شکر و قند واقعا خیلی بالا رفته است. با این 500 سومانی چی کار می شود کرد؟ 5 کودک دارم، یک کارگر عادی هستم. به خدا بیزار شدیم از این شکل زندگانی و از این حاکمیت بی‌معنا. برای زمینی نزد حولگی عریضه داده بودم، $1,000 می آوری گفتند در خانه پدرم 3 کلین زندگانی میکند. سرم را به کجا برم؟ نمیدانم. حالا باز این سوید موری سر شده است که حالمان را باز بدتر کرده است. پارسال برای مکتبی سر چشمه را ساختن پریزیدنت آمد. از هر کارگر 1,000 سومانی جمع کرده گرفتند. مردم سر چشمه را مجبور کرده دیوارهای خانه هایشان را رنگ و بار کردند و هم با دست رئیس جماعت پول گرفتند. از روزی که رجبزاده میرعلی در ناحیه رئیس شد، 6 نفر در کمیته زمین سازی عوض شد. رئیس ناحیه ما از نارک است. در سالهای اول کاریش همچون زمین ساز شده کار کرده بوده است. در نارک رئیس بود. تا آنجا شنیدیم نارک را خورد و فروخت و تمام کرد. حالا رسید نوبت فیض‌آباد و فیض‌آباد را نیز فروخته ایستاده است. برای تمام چاره‌بینی ها و معرکه ها که در ناحیه می گذرند، صاحبکارها و کارگران وظیفه‌دار را نلاک بسته است. مقامات انتظامی و خصوص میلیسه و کروپسیا به حد آشکارا از مردم پول و رشوه می ستانند که می گویی که کارشان تنها همین رشوه ستانی باشد. از دست این رئیس نه غشیان ماند، نه خوف ماند، نه تیان ماند،
نشیر بیماند، همه زمین های خواجگی های دهخانی را رفته تا گروه کرد، به هزار و یک بهانه پولی خلق را گرفته گاه بین زمیندارها جنگ انداخت. یک نمود راه پول کارکنیش چونین است: می آید و زمین خانه مردم را که در آنجا زندگی می کنند و زمین هایشان از بابا و پدرانشان در همان شکل و اندازه میراث ماندگی است از نو چین می کند. اگر خدای نکرده یک وجبش زیادتی براید و با ساطیخ در حجت ها موافقت نکند، حتما آنها را جریمه و زمینی زیادش را به یک همسایه دیگر می فروشد و یا هم جریمه می سپارید و آن هم جریمه چند ساله و هم پاره می دهید. اگر جریمه و پاره داده نشود و نفر دیگر و البته بر عوض پول کلان می فروشد، آن بعد جنگ و جنجال همسایه ها سر می شود. در دهه سرخ دره زمین های اکی عزت الله و چند نفر دیگر را با همین طریق گرفتند. سود و سودکشی آنها حتی تا به دوشنبه ادامه کرد. سال 2018 گروهی کاری تشکیل کرده با همراهی کریم جان، گفتنی پرکورار که از کرونا ویروس امسال مردند و جانمان خلاص شد، و از اداره کشاورزی 3 نفر از آمار، 3 نفر از زمینساز، 3 نفر از انداز، 3 نفر از اداره بایتاری، 4 نفر از جماعت هایی که در منطقه های کوهی زمین دارند. یک تایی نماینده در گروه شامل کرده زمین های خواجگی های دهخانی را از نو مجبوری چین کردند. اکنون خلاصه برارید بینندگان گرامی، وقتی به موضع تیان رسیدند به همه وظیفه‌داران تاکید نمود که به نتیجه از نزد یگان خواجگی دار نآید. حتما باید که کمبودی از آنها پیدا کرده یک وجب زمین هایشان زیاد باشد، فامیلیا و نامشان را نویسته بیارید تا که از حساب زمین های آنها به یک نفر دیگر داده پول گیریم و ناحیه را آباد کنیم. در این گروه رئیسان جماعت ها هم شریک بودند. چنکونی را از جماعت دوست مراد علی از موضع شیروی سر کردند. یک بهانه که باعث شد زمین های چندین نفر را کشیده بگیرند این بود که سرشمار گاو و طلبات خواجگی دهخانی جواب نمی دهد. یعنی گاو کم است و طلبات خواجگی داری درست نمی آید. این زمین ها را گرفته و نفران دیگر فروختند. در موضع تیان یک دهه است با همین نام تیان، زیاده از 20 خواجگی دارد. شرایط این دهه کوهستانی به حد وزمین است. به حال آن بیچاره ها باور کنید باید گریست، خیلی فقیر و ندارند، مکتب و برق ندارند و در دولت صاحب استقلال و زیر سیاستی خیرتمندانه پیشوا تا به امروز عمر به سر میبرند. ساکنان اینجا با کارهای دهخانی و چارواداری مشغولند. زمین های همین بیچاره ها را به رحمانه گرفته به دیگران فروختند. دیگر کجا از عدالت؟ زمین های خواجگی دهخانی بابای عبدالله با لقب پیشک که 150 گکتر باغ و باز دیگر زراعت ها داشت، خلاص با عرق جبین و پول خودش بنیاد و آباد کرده بود، گرفته با مردم نارک هم شهری های خودش داد. همین طور زمین های مردم را در موضع غشیان و خوف گرفته به یک نفر با نام بابای لایق که از ناحیه وخش می باشد فروخت. از زمین های معلم ولیف شریف که رحمتی از غم و درد این رئیسی بی‌رحم سنگ گفت جان به حق تسلیم کرده، زیاده از 50 گکترش را گرفته به دیگران با مبلغ های کلان پولی فروخت که بیچاره معلم محنتکش از همین درد و کسل زده این دنیا را پدرود گفتند. این چونین در موضع دهه سر مزار و دره علاوک که زیاده از 400 خواجگی زمین نزد حولگی داشتند، با بهانه دیر ساختمان کردن و مهلت ساختمانشان گذشتند. قرارهای همه اشان را به رازگی مقامات دیگر بکار کرد و همه آنها را دوباره به دیگران با مبلغ 5000 دلاری فروخت. در این کار سابق رئیسی جماعت جوانان معلمه سیبی خیلی پرخور گذرا هست با رئیس همراهی کرد، اما طول 10 سال می شود که زمین خودش در همان موضع سر مزار به ساختمان استاده است. هیچ چیز نمی گویند او را، زیرا که تشکیل کننده این کار مخصوصا همین رئیسه می باشد و در عوض این کارش به وظیفه رئیس جماعت شهرکی حدود مرکز ناحیه تعیین شد و تا امروز با این حیله و نیرنگ فعالیت دارد.
زمین همسایه را گرفته با دیگر همسایه فروخت که در نتیجه جنجال بین مردم زیاد شده تا حال مناقشه های شدید ادامه دارد. وقتی رجب‌زاده به ناحیه رئیس شده آمد، گویا پریزیدنت سپارش داده بوده است که در دو کنار راه فیض‌آباد تا وحدت درخت ارچه شناند و آن طرف تا راغون و همچنین برخی از جایها را با پنجره ها آرادی هد، چون که برای دیدن و تماشای راغون مهمان ها زیاد می آمده اند. خلاصه آمد و کار را سر کرد و از کجایی که ارچه ها را آورد، اما هر دانه اش را 15 سومانی نرخ مانده پول را جمع کرد و بجای بش زد. برای پنجره مزارها خیشت خرید که پول آن را هم چند برابر از حساب بیوجیت نوحیه و یک قسمش را از حساب صاحبکارها جمع کرد و در اینجا هم بیزنس زد. مردم از کارهای آبادکاری او گویا راضی بودند. یک رفیق هم از نارک روز پرسید که رئیس ناحیه‌تان نو شده است، چخیل کار میکند؟ گفتم حالا مردم از او راضی، لبلب راه ارچه شنونده استوده است، چراغ‌ها را ساز کرد، مزارها آباد شده استودن. گفت برادر اندک صبر کنید، میفهمید که سنگ و میرالی چخیل آدم است. در حقیقت 6 ماه نگذشت حیات یا چراغانی در فیض‌آباد سر شد. تا آمدن رجب‌زاده هم زمین فروشی پارخوری ابلو بود. فرمه های گاو و گوسفندها را فروختند و تلاشک کردند، تراکتور و بولدوزرها را هم فروختند. خلاصه همه را فروختند و کلخوزها را به خواجگی دهقانی تبدیل دادند و مال خلق را به یغما بردند و گویا بخش خصوصی ساختند و بلب کلوخ مالیده گشتند. رئیسان قبلی فیض‌آباد زید و قادر، دولت و عبدالله، حکیم و یک نفر دیگر امام میرزایف از ناحیه یاوان بود که نتوانست حتی 3 ماه کار کند، پدستوهش کردند. زیدوف از راغون، حکیموف و قادر دولتوف از فیض‌آباد بودند. آنها میترسیدند که این مردم فیض‌آباد تا خود جناب میروند. برای همین حجم پول پارهشان باورم کنید خیلی کم بود. تقسیم زمین بود، اما به این حد و اندازه که حالا هست زمین فروشی هرگز در طول چند ساله که من زندگانی دارم و از بزرگان فیض‌آباد هم نشنیدم که به مثل که این سنگ در فیض‌آباد تشکیل نموده است، هرگز وجود نداشت. برای رئیس جماعت یک قوطی بنان سیب می بردی و یا 500 سومانی می دادی و یا یکان بوز و بره می دادی زمین می گرفتی. نمثل امروزه که 5000 و 10000 دلار بدهی. رجب‌زاده آمد، هیسلرادی کمیته زمین و جماعت ها و به خصوص زمین سازها قطع کرده شد، چون که اختصاص رئیس ناحیه زمین ساز بوده است و تجربه کلان زمین فروشی در نورک حاصل کرده است. خلاصی گپ سر شد زمین فروشی از 3000 دلار سر کرده تا 10000 دلار. خواجگی های دهقانی که قرارداد و شرطنامه های 40 ساله و 50 ساله داشتند همه را بیکار کرد و از نو فروختن را شروع کرد. هر کسی امکانیت داشت که پول پاره را سپارد، از نو زمینش را با همان حجم و اندازه باز پس گرفت. اما کسی که نه پول داشت و نه تغه، از دستش بزوری کشیده گرفتند و به دیگر کس فروختند. رئیس ناحیه چند نفر بوز دارد، یا اینکه خبرکش، زیرا نمیخواهیم که بوز را تأخیر نماییم. یکی از این خبرکش هایش حاکم چال از دیهه قشقه بالا، دپوتات ناحیوی، او را در اداره خواجگی آب به کار ماند. وای از مردم برای آب پول بسیار میگیرد، در حالتی که تا آمدن سنگ گفت 41 نفر در این اداره کار میکرد و امروزها 17 نفر تنها کار میکند. آب را به مردم میفروشد. از نداشتن آب در ناحیه و بدترین حالت های بی آبی چیزی نمیگویم، چون که به 7 پادشاه عالم معلوم است که در فیض‌آباد آب نوشاکن نداریم، گوییم هم خطا نمیکنیم. اما باز برای آب از ساکنان پول میستانند. آخر کدام آب؟ من نمیدانم. معلومات های زیادی از حیات شخصی سنگوف میرعلی دارم که سیر مردان پوشیده میگویند. در اینجا توسط بیوه‌های بی‌معنی چند این نفر را با دستان میلیسه ها پدستوه کرده پول کندند. یکی از این میلیسه ها او گلاونیک سهیلی نام دارد. خیلی انسان خشین و فاسق و بدی بود، همیشه با زنهای سبکپا همراه میگشت. خدا زد از کار پیشش کردند. خیلی از بچه های جوان را نشعمند گفته
برد و حبس کرد. بعد از آن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را منع کردند، از فیض‌آباد به ساختارهای قدرتی از جمله به امنیت کسی را کار نمیگیرند. میگویند که با شما باوری نیست دیگر، برای اون که رحمانوف مردم ما را بد می دیده است. آخر محیدین کبیری از فیض‌آباد شد، ما ساکنان ناحیه گناهکاریم. در همون سالهای پیش هم در انتخابات ها آواز اساسی را از فیض‌آباد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گرفت و در جای دوم کمونیست ها بودند. از همین جا بود که رحمانوف با فیض‌آباد کم می آمد. تا آمدن این رئیس نو، برای آمدن رحمانوف نه پول جمع می کردند و نه شیطانی که امروز هست. این رئیس نو پیش از آمدن رحمانوف حتی از معلمان مکتب خواجگی های دهخانی 1500 سومانی می گیرد. از معلم ها 50 سومانی نقد از دستشان و کسانی که نداشتند از حساب بوخگلتری شعبه معارف 50 سومانی معلمان را گرفتند. بختیار خدایاروف طلبکویچ اول وزیر عدلیه بود، بعد رئیس دستگاه شد، حالا باشد رئیس کمیسیون انتخاباتی. او در ناحیه با شاگردانش مکتب ساخت. خدایاروف برای همین مکتب آمد. یک مویسفید گفت می روم از حرامخوری های رئیس ناحیه شکایت می کنم. حادثه در مسجد رخ داده که کارتکشی شد و دو کس مرد را هم خواهم گفت. او را فریب کرده گفتند که خانهت برویم، دو سه دونه نان در دستت بگیر بعد بیا. مویسفید را خانهش برده ماندند و خودشان پس برگشتند. تا مویسفید برگشت و آمد که جناب آمد و گشته رفت. مویسفید رئیس ناحیه را حقارت کرد. رئیس ناحیه گفت من حقارت کند این مویسفید پیرخر را ساز کردید که نگذاشته در پیش جناب همه آنچه در فیض‌آباد گذشت بگوید. در اینجا میخواهم در باره یک رئیس جماعت گپ زنم، در باره وصیف احتم. احتم سالهای 2014-2015 رئیس جماعت ما شد، جماعت بوستان. خود او از چیلچشمه، از دیهای همسایه همون میباشد. او یک ساکن عادی بود، اما بعد از رئیس شدن خانه و درش دیگر شد. 5-6 برادر داشت که همه اشان صاحب زمین شدند. کار و بارش همراه رئیس ناحیه فقط زمین فروشی. یک مسجد 5 وقته داشتیم در خواجگی قشلاق یکم چیلچشمه. 3 سال پول جمع کرده از نو آباد کردیم، گرفتند و بستند. حجت ندارد گفتند. صورت امام علی رحمانوف را در مسجد زدند و چایخانه اش اعلان کردند. حالا در آنجا نوروز جشن میگیرند و رقص و بازی میکنند. این رئیس جماعت از تمام پریزیونیک ها که بلیت حربی ندارند در هر موسم دعوت از 500 تا 1000 سومانی به زوری میگیرد. فرق ندارد که اون جوان در روسیه است یا در همین جا. یک پسر یک رفیق هم که سالهاست در روسیه است و گفتند که شهروندی اونجا را گرفته است، اما حالا هم به رئیس جماعت پول میدهد. ما که دیه همون در نزد دروازه وحدت فیض‌آباد می باشد، تقریبا هر هفته و گاه هر روز از حکومت آدم آمد گفته پول می گیرند. در جانمون زدیم. ما فقط پاسپورت همون از فیض‌آباد است. همه کاروبار، خرید بازار، همه گی وحدت می رویم. در فیض‌آباد از یمنی قدم نامبارک این رئیس نه بازار حلال است و نه یک پیش روی. خوب بینندگان گرامی، اکنون میگذاریم و بعضی از دارایی های سنگ گفت میرعلی و جنایت هایش در نارک و فیض‌آباد. رئیس ناحیه فیض‌آباد با اینکه کارمند دولتی میباشد بینندگان گرامی، در تجارت هم دستی دراز دارد، اما مغازه های گوناگونش از جمله مواد ساختمانی هم سودا میشود، با نام و نسب دیگرها ثبت شده است. 2 تا از این مغازه ها در داخل شهری نارک و یکی دیگرش یک کمی دورتر از پایان نقب چهارمغزک واقع است که یک مرکز تجارتی بر هوا و دو آشیانه خیلی کلان. چه خیلی گفتیم، خود سند گفت از نارک است، از قشلاق خوشلانی. آنجا 30-40 خواجگی زندگی میکنند. ساکنانی کم دارد، اساسا گاو و مال پروری میکنند. ساکنانی خوشلانی زیرا آنجا کوهستان است. خوب بینندگان گرامی، چنانه که در عکس میبینید، این هم دقیقا همان یکی از مغازه های همین سنگوف است که توسط پسرش اهل دین اداره میشود. سنگوف میرعلی رجبویچ تمام میدانچه های بازی کودکان در صحنه و اطراف بناهای بلند آشیانه نارک را هم فروخت.
بعد از آن که فیض آباد رفت، بعضی آنها که از این گونه زمین ها خریداری کرده بودند بد شد، مخصوصا آنهایی که در داخل و شفت و پهلوی بناهای بلند آشیانه شهر خانه، مغازه و یا یگان انشاءات دیگر ساخته بودند، پولهایشان سوخت، چون که رئیس نو من کرد و گفت ممکن نیست، ولی آنها ادعا دارند که ما اینها را پول داده خریده ایم. چرا ممکن نبوده است؟ یک وجب زمین خالی باور کنید در نورک موندگی نیست. همراه اسایف دلشاد، همیشه معاون رئیس شهر نورک فروخته بود. اسایف دلشاد بیش از 8 سال معاون رئیس نورک بود. چند روز پیش رئیس نورک تعیین شد. سن گفت با همین دلشاد حتی یک زمین را دو بار سه بار هم فروختند. سن گفت کاستیوم بروک می پوشد و در سرش تاقی مونده می گشت. یک چوپان مرد بود گویم هم خطا نمی کنیم. حالا این چوپان مرد تاقی را دور انداخته است و به جایش گلستوک می بنده. یک نقطه دیگر، در نورک دچ خیلی زیاد است. در لب دریای نورک یک جری هست که زمین بسیار دارد. در زمین های سر گذر نیز زمین های زیاد دارد. همون زمین ها را سنگ و پر را فروخت. آنجا دچه زیاد ساختگیم. خودش هم در آنجا یک دچه داشت. آن را یا 600 یا 700 هزار دلار فروخت. آنجا را مردم نورک کرل میگویند، جای استراحت است. در آنجا دچه از همه ارزان 600 تا 700 هزار دلار نقد دارد. اکنون خودتان خلاصه اتون را بینندگان گرامی برارید که سنگوف چقدر مبلغ از اینجا به دست آورده است و حالا او دارد. سنگوف در مرکز نورک افتوکزل شخصی دارد، چنانه که فعلا این افتوکزل را در نوار میبینید. پسرش اهل دین آن را رهبری و بازسازی دارد و به نزدیکی تنها تاکسی های او باید با مسافرکشانی مشغول باشند. و دیگر مردم کمبغل اجازت نیست از نورک به دوشنبه مسافر ببرند. یک پول بود در نورک برای ساختمان آن مبلغ جدا شده بود. همه آهن های آن پول را کنده فروختند پسرهایش و آن را نساخت و تا به حال ماشین ها نمی توانند از آن پول گذرند. در سفیداب یک مکتب باید می ساخت. در نورک مبلغ جدا شده بود، آن را نساخت. حتی از مردم پول جمع آوری کرد، ولی باز هم نیم کاله ناتمام گذاشت و گریخته به رئیسی فیض آباد رفت. حالا اهل دین در نورک زمین های به میراث مانده از پدرش در وقت رئیسیش آنها را میده میده فروخته، افتوکزل و مگزین و تجارت هایش را ادامه داده و چرخانده ایستاده است. سال 2019 گفته بوده است سنگوف میرالی که اگر پریزیدنت به فیض آباد آید و خوب گسیلش کنیم شکایت نشود، من یک خدایی کپ و کلان میکنم. پس از با موافقیت گذشتن سفر رحمانوف به فیض آباد، سنگوف میرالی در نورک در محله خودش آمده یک برزگاوی 300 کیلوگی را کشته صدقه و خدایی کلان کرده است که همه خوب گذشت و شکایتی نبود و جناب عالی از او راضی رفته بوده است. یکی از مصیبت های دیگری که مردم نارک از آن تا امروز یاد میکنند، تا آمدن سنگوف میرعلی به حاکمیت ناحیه آب در نارک بی پول بود. رجب زاده میرعلی سر هر ساکن نارک 19 سومانی آب پولی و یک کوب آب را به حساب کنک 2 سومانی نخ گذاشت. در حال آب دریا به پیش خانه های امان می گذرد، ولی برای آن پول می دهیم و مردم از این کار به میراث گذاشته او در عذابند. در سال 900 سومانی هر خانه برای آب پولی پرداخت می کنند. مردم بیچاره نورک و مؤسسه های تجارتی در سال تا 5000 سومانی پول می دهند. فرزند های سنگوف با ماشین های 30-40 هزار دلاری می گردند. سنگوف در قیاس با دیگر رئیس های نورک خیلی زیاد در نورک کار کرده بود. دیگرها را زود عوض کردند. سنگوف در نیروگاه راغون هم شرکت دارد، ولی می گویند که سالهای پیش پادبان دهه بوده است. با توفیلی برادر کلانیش که با نورالدین برادر امامعلی رحمانوف رفیقی داشته است با این مقام و منصب دست می‌یابد. نورالدین رحمانوف وفات کرد، ولی این مصیبتش را با مردم کشور باقی گذاشت. نورکی‌ها می‌گویند همسرش خدا بیامرز با بیماری طولانی وفات کردند و همیشه می‌گفته است که از حرام‌خوری‌های تو الله مرا به این دردها گرفتار کرده است. خوب، بله بینندگان گرامی، همه آنچه گفتیم در مورد رجب‌زاده میرعلی یا سنگوف میرعلی رجباویچ از ساکنان ناحیه فیض آباد و نارک به ما رسیدند. این چنین در مورد خانه و دکان و افتوکزل او شهربچه های فیض آباد
بنارک رفته، همه آنچه توانستند بنوار گرفته و اصلاح فرستادند. در برنامه آنها را البته دیدید. و فیض‌آباد شمالاش، رئیس آشگونه‌هاش، بینندگان گرامی ادامه دارد. ساکنان فیض‌آباد ناترسیده به ما نویسید تا همه جنایت های سنگوف میرالی و دیگر مقامات های ناحیه را تا آنها را رسانه‌ای کنیم و حالتان سبک‌تر گردد. مردم نارک هم می توانند خاطرات شوم از او داشته اشان را نویسند تا خوبتر او را مردم شناسند. در مورد اسایف دلشاد، رئیس حاضره نارک باشد که سالها معاون سنگوف بوده است و در جنایت ها با او شریک بوده است، می توانید نویسید. اگر خاموش باشید، این راهزنان شما را مثل سواری سوارتان می شوند و غلاموار خواهد زیست. اصلاح انتظار نامه ها و نوارهای شما است. اصلاح برای شما و در خدمت شما بینندگان گرامی و هم ملتان و هم میهنان گرامی است. بله بینندگان گرامی، این بود برنامه امروز ما. اگر چند طولانی بود، ولی واقعا هم دردها و غارتها و دزدیهای این جنایتکاران به حساب است که ما نمیتوانیم آن را کوتاه نماییم. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.